بسم الله الرحمن الرحیم. فارماکولوژی کتزونگ، چپتر 35، صفحه 70 رسیدیم به، داشتیم داروهای مورد استفاده در دیسلیپیدمیا میخوندیم، ویدئوی سوم. کنترل هایپرلیپوپروتئینمی با رژیم غذایی. گفتیم بهترین کار برای مبارزه با هایپرلیپوپروتئینی کلا رژیم غذاییه. تو بعضی از بیماران فقط نیاز درمانی به دارو هست و عوامل تغذیه‌ای کلسترول و چربی اش باشده. عوامل تغذیه‌ای اصلی در تعیین غلظت لیپوپروتئین پلاسما میباشند. محدود کردن LDL کل چربی‌ها، الکل و کالری اضافی در کنترل هایپرتریگلیسیریدمی با اهمیت است. سوکروز و فروکتوز VLDL را افزایش می‌دهند. الکل به وسیله افزایش ترشح کبدی VLDL سبب هایپرتریگلیسیریدمی شدید می‌شود. ببین توی این شکل اینجا دقت کن، این شکلو دارم برای شما میگم. LDL با B100 با رسپتور اندوسایتوز میشه، از بلاد وارد هپاتوسایت میشه، اوکی؟ از طرفی استاتیلکوها با HMG-CoA ریدوکتیز میاد کلسترول میسازه. HMG-CoA ریدوکتیز اینهیبیتور این مسیر رو اینهیبیت میکنن، اوکی؟ بعد ما که تعداد رسپتور رو زیاد کنیم بیشتر LDL وارد میشه، کلسترول خارج میشه، رمننتاش میشه VLDL با B100، اوکی؟ نیاسین میاد اینجا رو بلاک میکنه. از طرفی کلسترول میتونه چیکار کنه؟ از گات جذب بشه، بیشتر وارد هپاتوسایت میشه که ازتیمیب اینجا رو اینهیبیت میکنه و رزین ها گات ها نمیذارن از گات بایل اسید وارد بشه. قبوله؟ یه شکل اینجا، یه شکل دیگه هم اینجا داشتیم که داشت توضیح میداد که میگفتش که کلسترول میشه وارد گلجی میشه، بعد میاد بیرون، میشه VLDL B100 که الان دیدی اومد بیرون، اوکی؟ وقتی از هپاتوسایت اومد بیرون با APOE و APOCID و APOCI و اینا تبدیل میشه به VLDL remnant. VLDL remnant LDL رو میسازه و HDL رو میسازه و اینا LDL ها میتونن وارد پریفرال سل ها، وارد لایزوزوم ها بشن و از LDL کلسترول سنتز بشه و کلسترول استر سنتز بشه. این هم که استاتیلکوها با چرخه HMG-CoA ریدوکتیزه و موالونیک اسید که کلسترول رو میسازه. قبوله که تیه چند تا استه کلسترول بایوسینتزیز پسه. حالا ما رسیدیم به این مپ هست که چجوری کنترل بکنیم. میگه که پس الکل به وسیله افزایش ترشح کبدی VLDL سبب هایپرتریگلیسیریدمی شدید میشه. سنتز و ترشح VLDL به وسیله دریافت کالری بیش از حد افزایش پیدا میکنه. محدودیت مصرف کالری خصوصا در اشخاص چاق تریگلیسیریدها و VLDL را کاهش داده و ممکن است سبب کاهش LDL نیز بشود. هنگامی که بیماران وزن کم دارند، سطح LDL و VLDL میتواند خیلی پایین تر از وقتی بشود که تعادل کالریک خنثی وجود دارد. بنابراین نتیجه میگیریم که رژیم غذایی به تنهایی برای کنترل این شرایط در هنگامی که وزن بیماران حداقل به مدت یک ماه ثابت نگه داشته شود کافی است. یعنی نه بیمار وزنش زیاد بشه نه کم بشه، ثابت نگه داشته بشه. بیشتر بیماران دچار LDL بالا می توانند به طور مناسبی با محدود کردن کلسترول و چربی های اشباع شده رژیم غذایی و مصرف کالری متناسب برای نگه داشتن وزن در حد مطلوب کنترل شوند. کالری ناشی از مواد چربی باید 20-25% کل کالری باشد، به طوری که چربی های اشباع آن کمتر از 8% کل کالری و کلسترول آن کمتر از 200 میلی گرم در روز در نظر گرفته شود. با این رژیم غذایی کلسترول سرم بین 10-20% کاهش پیدا میکنه. افزایش مصرف کربوهیدرات های کمپلکس و فیبر توصیه شده است و چربی های مونوساتوریتد در محدوده مجاز چربی ها باید غالب باشد. یعنی بیشتر مونوساتوریتد باشن. یعنی چی مونوساتوریتد؟ مونو آن ساتوریتد، یعنی یه دونه دابل وان داشته باشن. یعنی حالت سیسیلت سیس داشتن، مثل کی؟ مثلا مثل لینولئیک اسید. لینولئیک اینا سه تا دابل وان داره، آرکیدونی کسی 4 تا دابل وان داره، اولیک اسید یه دابل وان موقعیت رو کربن شماره 9 داره. اولیک اسید که از روغن زیتون میاد، میگه در مهد مجاز چربی باید غالب باشد. کاهش وزن و محدودیت دریافت کالری خصوصا برای بیماران با VLDL و IDL Intermediate Density Level به اینترمدیت بالا بسیار با اهمیت است. بیماران دوچاره، خواستم بگم بیچارانه، بیماران دوچاره هایپرتریگلیسیریدمی باید از خوردن الکل اجتناب کنن. چرا؟ چون گفتیم ترشح VLDL رو زیاد میکنه از کبد. ترشح چیز زیاد میکنه؟ گفتش که الکل چیز میکنه به وسیله افزایش ترشحی ترشح کبدی VLDL سبب هایپرتریگلیسیریدمی شدید میشه و سنتز و ترشح VLDL به وسیله دریافت کالری بیش از حد افزایش پیدا میکنه. بعد میگه
اثر چربی های غذایی در بیماران دچار هایپرتریگلیسیریدمی بستگی زیادی به محل قرار گرفتن پیوندهای دوگانه در زنجیره کربن های اسید چرب دارد. اسیدهای چرب امگا 3 که در روغن ماهی وجود دارند اما در منابع گیاهی یافت نمی شوند، پیپر آلفا را فعال میکنند. پلی ریبوزومال آدنین چی بوده؟ پیپر آلفا آدنین ریبوز اضافه میشه را فعال میکنند و میتواند در بعضی بیماران دارای لیپمی مخلوطی آندروژن تریگلیسیریدها به طور جدی پایین بیاره. پس امگا 3 میتونه تریگلیسیریدها رو پایین بیاره. همچنین آنها اثرات ضد التهاب یا ضد آریتمی هم دارن. پس امگا 3 ضد التهاب، ضد آریتمی، تریگلیسیرید هم کم میکنه. در مقابل اسیدهای چرب امگا 6 که در روغن‌های گیاهی وجود دارن میتوانن سطح تریگلیسیرید بیماران را بالا ببرن. پس امگا 3 امگا 3 حیوانی ماهی تریگلیسیرید پایین میاره ولی امگا 6 گیاهی تریگلیسیرید بالا میبره. بیماران مبتلا به کیلومیکرونمی اولیه و بعضی افراد دچار لیپمی مخلوط باید یک رژیم غذایی به شدت محدود از نظر چربی دریافت کنند، به طوری که کل چربی غذایی بین 10 تا 20 گرم در روز بوده و 5 گرم آن روغن‌های گیاهی غنی از اسیدهای چرب ضروری باشند. در چنین مواردی تجویز ویتامین‌های اضافی محلول در چربی هم لازم است. چرا؟ چون که بیشتر غذاها محلول در چربی هم میگیره، وقتی چربی کم میخوره ویتامین محلول در چربی هم کم میگیره. هوموسیستئین که آغازگر روند تشکیل آتروم در اندوتلیوم است میتواند به واسطه محدود کردن پروتئین تام دریافتی تا میزان ضروری برای جایگزین این اسید آمینه کاهش یابد. مکمل اسید فولیک به علاوه سایر ویتامین های B در هوموسیستئینمی شدید توصیه میشود. اونی که هوموسیستئین است سیستئین میمد. بعد کوبالامین میشد سیانو کوبالامین، میگه علاوه بر سایر ویتامین های B که در متیونین میشد وقتی که متیونین آره وقتی ویتامین B بعد به 12 بعد بهش میدادیم درسته میگه حالا علاوه بر مکمل فولیک اسید هم بده. چرا؟ چون وقتی کوبالامین میشد متیل کوبالامین فولیک اسید میشد تتراهیدروفولیت متیل تتراهیدروفولیت. فارماکولوژی پایه و بالینی داروهای مورد استفاده در درمان هایپرلیپیدمی. تصمیم برای استفاده از دارو درمانی در هایپرلیپیدمی باید بر اساس نقص فیزیولوژیک اختصاصی و توان آن برای ایجاد آتروسکلروز یا پانکراتایتیس باشد. داروهای پیشنهادی برای درمان اختلالات لیپوپروتئینی مهم در جدول 35-2 ارائه شده‌اند. من جدول 35-2 رو خوندم. بیشترش نیاسین و فیبرات بود. اون آخر سرم که هموزیگوت و هدروزیگوتان شد گفت رزینا مهار کننده ریدوکتیزا. بعد برای هموزیگوت هم گفت آتروواستاتین، روزوواستاتین و ازتیمی. اوکی؟ برای چی آتروواستاتین؟ هموزیگوت. هموزیگوت هایپرکلسترولمیا. یا تک دارویی گفت اول درمان تک دارویی بعد درمان کامبینیشن و ترکیبی. بعد میگه که ارائه شدن رژیم غذایی یک وسیله کمکی ضروری برای دارو درمانی بوده و باید برای رسیدن به اثر بخش کامل رژیم دارویی به طور مداوم رعایت شود. درمان داروی هایپرلیپیدمی در زنان که احتمال حاملگی وجود دارد یا شیر میدهند نباید انجام گیرد. تمام داروهایی که غلظت های لیپوپروتئین پلاسما را تغییر میدهند ممکن است مستلزم تغییر دوز وارفارین و ضد انعقاد های ایندانتیون باشند. پس یه سر داری آنتی کوگولانت به نام ایندانتیون داریم و همچنین تغییر دوز وارفارین هم احتیاجه. خب حالا ایندانتیون چی بوده؟ مثلا یادم نیست. ایندانتیون ایندانتیون LMNNNN اصلا بود نداره تو این کتاب ایندانتیون طول نشنا بودم. ایندانتیون بودم ایندانتیون دیرویتیف. حالا ایندانتیون میبستم سردته؟ سرده دیگه. آه اختلالت اینه قادی قبلش هی گفتی نخون دم اینو الان اینو نمیدونی هی گفتم یه هی گفتی نخون برو سر اون خود گفتی نخور من گرمه الان نمیبینی چربی بده چربی میگفت شکلات خیلی خوبه برای قلب خوبه هیچ خوبه حتما با این داروهای ضد انعقادی این فصل هم حتما بخونم فصل 34 را نخون آقا جان بعد گفته که پس یه بار دیگه میگم تمام داروهایی که غلظت های لیپوپروتئین پلاسما را تغییر میدهند ممکن است مستلزم تغییر دوز وارفارین و ضد انعقاد های ایندانتیون باشن. حالا من میدونم دلیلش چیه اینا چیز بودن بگو
به پلاسما پروتئین دیپندنت بودن، میرفتن پلاسما پروتئین رو میچسبن. حالا میگه لیپوپروتئین های پلاسما رو اگه تغییر داد سطحش ها، مثلا اون داروهایی که به لیپوپروتئین ها دیپندنتن، یعنی پلاسما بیندینگ پروتئین یا پلاسما بیندینگ پروتئینشون زیاد داره، دوزاشو تغییر بدید. بعد میگه اطفال مبتلا به هایپرکلسترولمی خانوادگی هتروزیگوت را میتوان با رزین متصل شونده اسیدهای صفراوی یا مهار کننده ریدوکتاز درمان نمود. دیدی که رزین کارش چی بود؟ بایل اسید که میخواست برگرداره این میبید مهار. این درمان نامنام پس از 7 تا 8 سالگی که میلین دار شدن دستگاه عصبی مرکزی کامل میشود انجام میگیرد. تصمیم برای درمان هر کودک باید بر اساس سطح پلاسمای LDL، سابقه خانوادگی و سن او باشد. به طور کلی درمان دارویی به ندرت پیش از 16 سالگی ضرورت دارد. حالا میریم سر مهار کننده های رقابتی HMG کار ریدوکتیز. مهار کننده های ریدوکتیز یعنی آستاتین ها. پس مهار کننده های ریدوکتیز همون آستاتین ها هستن. میگه این ترکیبات آنالوگ های ساختمانی هیدروکسی تری هیدروکسی متیل گلوتاریل کوی هستن. لواستاتین، آتروواستاتین، فلوواستاتین، پرواستاتین، سیمواستاتین و رزوواستاتین به این گروه تعلق دارن. بگو لواستاتین، آتروواستاتین، فلوواستاتین، پرواستاتین، سیمواستاتین و رزوواستاتین. آترو، فلو و پراو و رزو و سیمو. سیمواستاتین، رزوواستاتین، آتروواستاتین و فلوواستاتین و پرواستاتین. آنها در کاهش LDL از همه ما اثرتر هستند. سایر آثار شامل کاهش استرس اکسیدیتی و التهاب عروقی با افزایش ثبات زایات آتروسکلروتیک می باشد. روش استاندارد به صورت آغاز مهار کننده ریدوکتیز بلافاصله پس از انفاکتوس میوکارد و صرف نظر از سطح لیپیدها می باشد. ساختمان شیمیایی و فارماکوکاینتیک. لواستاتین و سیمواستاتین لواستاتین و سیمواستاتین به صورت پیش داروهای لاکتونی غیر فعال می باشن. لاکتون چی بود؟ سیکلیک استر، یعنی استر سی او داخل حلقه، به صورت لاکتون های غیر فعال می باشن که در دستگاه گوارش به مشتقات بتا هیدروکسیل فعال تبدیل می شوند. بتا هیدروکسیل یعنی چی؟ کربن آلفا میشه کربن بعد کربوکسیل، درسته؟ کربن بتاشون او اچ میگه. در حالی که پرواستاتین یک حلقه لاکتونی باز دارد، آتروواستاتین، رزوواستاتین و فلوواستاتین حاوی فلورین بوده و به هنگام مصرف فعال می باشند. جذب دوز مصرفی مهار کننده های ریدوکتیز بین 40 تا 75 درصد است. به جز فلوواستاتین که به طور کامل جذب می‌گردد، تمام مهار کننده های ریدوکتیز برداشت عبور اول یعنی فسپاس اکستراکشن بالایی در کبد دارن، فسپاس افکت دارن. بیشتر داروی جذب شده در صفرا ترشح می‌شود، ولی 5 الی 20 درصد آن از طریق ادرار دفع می‌گردد. نیمه عمر این داروها بین 1 تا 3 ساعت است، به جز آتروواستاتین که نیمه عمر آن 14 ساعت است و رزوواستاتین که 19 ساعت است. از رزوواستاتین روزی یکی بخوره، بس چه آتروواستاتین روزی دو تا، ولی بقیش شاید روزی 3-4 تا بعد بخوره، چون 31 الی 3 ساعت نیمه عمرش. آتروواستاتین نیمه عمرش 4 ساعت، رزوواستاتین نیمه عمرش 19 ساعت. مکانیسم عمل. اولین مرحله جهت ساخت استرول به عهده HMG کوی ریدوکتیز می باشد. اشکال فعال مهار کننده های ریدوکتیز آنالوگ های ساختمانی ترکیب بینابینی HMG کوی هستند که طی سنتز موالونا توسط HMG کوی ریدوکتیز تولید می شوند. مهار نسبی آنزیم ریدوکتیز به این آنالوگ ها می تواند ساخت ایزوپرنوئید هایی نظیر یوبیکوینون و دولیکول و پرنیلاسیون پروتئین ها را مهار کند. خب یوبیکوینون کجا بود؟ تو رسپیراتوری چین مایتوکندریا داره. میگه این ایزوپرنوئیده. دولیکول چی بود؟ یه گلیسرول بود با دوتا فتی اسید که تو فسفولیپید ممبرین بایلایری پیدا میشد. و پرنیلاسیون پروتئین ها. پرنیلاسیون یا پرنیلیشن یعنی چی؟ یادت دوتا ایزوپرن با هم دیگه میشدن، جرانی جرانیل میشد، فارنزی اوکی. بعد یه چیزایی ما بین اوناست پرنیلیشن. بعد میگه این تمام این کارا رو مهار میکنه، ولی معلوم نیست که اهمیت بیولوژیکی این مسئله در آینده باعث به اثبات برسه. با این وجود مهار کننده های ریدوکتیز به وضوح باعث افزایش گیرنده های با تمایل بالا به LDL میشن. وقتی ما ریدوکتیز اینهیبیت کنیم کلسترول کم ساخته میشه، وقتی LDL میان که کلسترول بسازن، درسته؟ وقت رسپتور ها زیاد میشن که LDL ها همه جذب بشن، پس LDL تو خون کم میشه که بیاد کلسترول بسازه. چون ما داریم سنتز کلسترول HMG کوی داریم اینهیبیت میکنیم.
یعنی که میان آقا جان کلسترول غلط هست چه میشه کوه ساخته بشه این هیبیتش میکنه کلسترول کم ساخته میشه. حالا کلسترول احتیاجه تو هپاتوسایت برای ساخت صفرا و اینا. LDL از تو خون میان وارد هپاتوسایت میشه. وقتی داده رسپتورا زیاد میشه تا برداشتش زیاد بشه. این اثر با افزایش میزان کاتابولیسم LDL و افزایش برداشت پیش سازهای LDL یعنی بقایای VLDL رمننت توسط کبد باعث کاهش LDL کل پلاسما می شود. به علت اینکه قسمت زیادی از این داروها هنگام اولین عبور کبدی به وسیله کبد از خون گرفته می شوند بیشترین تاثیر آنها روی کبد است. آفرین. برخی از این داروها ترجیحاً روی کبد تاثیر می‌گذارند که این را می‌توان به تفاوت‌های هر باف در برداشت دارو نسبت داد. کاهش محدود LDL پلاسما در بیمارانی که فاقد گیرنده‌ها یا رسپتورهای فانکشنال LDL می‌باشند نشان می‌دهد که کاهش ساخت کلسترول به صورت دنوو یعنی به صورت مولکول‌های ما یه دنوو پس وی داشتیم تو نوکلئوتید دلته یعنی مثلا از گلایسین و فرمیک اسید اینا نوکلئوتید اینا همین میگه دنوو پس واسه کلسترول یعنی از مولکول‌های کربنی مختلف یا کلسترول ساخته بشه. نیز نقش کاهش ساخت کلسترول به صورت دنوو این داروهای مهار کننده ریدوکسیز یعنی استاتین ها نقش دارن در اثر کاهنده کلسترول دارن. همچنین طی درمان با این داروها کاهش مختصری در تریگلیسیریدهای پلاسما و افزایش خفیفی در میزان کلسترول HDL روی میدهد. مطالعات بالینی نشان داده که تجویز استاتین ها سکته مغزی آتروترومبوتیک و حوادث کرونری جدید را به شدت کاهش میدهد. به نظر میرسد که مکانیزم هایی غیر از کاهش سطح لیپوپروتئین ها نقش دارن. استاتین ها دسترسی به گروه های ایزوپرنیل را در مسیر HMG-CoA برای پرنیلسیون پروتئین ها کاهش می دهند و موجب کاهش پرنیلسیون های پروتئین های رو و رب می شود. حالا رب چی بود؟ یه جی پروتئین بود درسته؟ رو چی بود؟ رو فاکتور ترمینیشن آف ترانسکریپشن بود پایان رو نویسی رو فاکتور می خواهد رو کینیز را فعال می که میانجی تعدادی از مکانیزم های داخل در بیولوژی عروقی است. این یافته که کاهش حوادث کرونری جدید سریعتر از تغییرات در شکل پلاک های شریانی روی میدهند بر اهمیت این اثرات پولیوتروپیک تاکید میکنند. به همین ترتیب کاهش پرنیلسیون رب انباشت پروتئین ای بتا را در نورون ها کاهش میدهد که احتمالا در کاهش تظاهرات بیماری آلزایمر نقش داره. اگر رب پرنیلسه بشه پروتئین ای بتا کم میشه اون وقت کاهش تظاهرات آلزایمر داریم. حالا به این شکل داره بررسی کنیم. داره میگه مهار کننده های HMG-CoA ریدوکتیز بالا ترکیب بینابینی HMG-CoA است. یعنی هیدروکسی متیل گلوتاریله. خب گلوتاریل دوتا کربوکسیله با سه چهار تا کربن وسطش. درسته؟ نه با سه تا کربن وسطش بایستی باشه. بعد اسکوئی گرفته و او ای. اگه بیاد اینجا بشه او اچ اسکوئی بره بیرون یعنی شکل یه بنزن میکشی میبینی یک دو سه چهار پنج تا کربن با شیشومیش که متیل داره روشه متیل هیدروکسی موالونه میشه موالونیت. بعد لواستاتین چه شکلیه الان حلقشه ببین شکل همه تقریبا میبینی لواستاتین چیه این لواستاتینه این لواستاتینه اکتیو فرم کاملا لاکتون باز شده بتا هیدروکسی دقیقاً اون باز شد دیگه آفرین شده بتا هیدروکسی سر اومد. بعد گفته که کاربردهای درمانی و دوز دارو در بیمارانی که در بیماری هایی که سطح پلاسمای LDL افزایش یافته است مهار کننده های ریدوکتیز به تنهایی یا همراه با ازتیمیب یا همراه با نیاسین مؤثر هستند. خانم های حامل شیرده یا خانم هایی که ممکن است حامل شوند نباید از این داروها استفاده کنند. از این داروها تنها برای اطفالی می توان استفاده کرد که دچار هایپرکلسترولمی خانوادگی یا هایپرلیپیدمی مخلوط خانوادگی هستند. از آنجا که بیوسنتز کلسترول به طور عمده در شب صورت میگیرد چه جاله بیوسنتز کلسترول در شب صورت میگیرد اگر قرار است دوز روزانه استفاده شود باید در شب داده شود بجز در مورد آتروواستاتین و رزوواستاتین چون آتروواستاتین نیمه عمرش 14 ساعته و 19 ساعته اگر دارو همراه با غذا مصرف شود جذب آن افزایش پیدا میکند بجز پرواستاتین. پس همه استاتین همراه با غذا خورده بشه بجز پرواستاتین. دوز روزانه لواستاتین از 10 میلی گرم تا 80 میلی گرم متغیر است. تأثیر پرواستاتین در حد اکثر دوز توصیه شده 80 میلی گرم در روز است تقریبا معادل لواستاتین. قدرت سیمواستاتین تقریبا دو برابر بوده و میزان 50 تا 80 میلی گرم در روز تجویز می شود. به نظر می رسد قدرت فلواستاتین که از اول فعال بود تقریبا نصف لواستاتینه که پیش دراگه و با دوز روزانه 10 تا 80 میلی گرم تا 80
10 تا 80 تجویز می شود. آتروواستاتین با دوز 10 تا 80 در روز تجویز می شود. رزوواستاتین که مؤثرترین دارو جهت هایپرکلرسترولمی شدید است، که همون 19 ساعتیه بود، با دوز 5 تا 40 میلی گرم در روز تجویز می شود. منحنی دوز پاسخ، یعنی دوز ریسپانس در پرواستاتین و به خصوص فلوواستاتین در بیمارانی که هایپرکلسترولمی متوسط تا شدید دارند، تمایل به ساب شدن در بالاترین قسمت طیف دوزیج را دارد، در حالی که در مورد سایر استاتین ها بیشتر حالت خطی داره دوز ریسپانس. پس اینجا گفتش که آتروواستاتین نیم عمرش 14 ساعت، رزوواستاتین 19 ساعت. بعد الان داره میگه کی از همه قوی تره؟ پرواستاتین، درسته؟ کوپرواستاتین اینجا نوشت. پرواستاتین از همه قوی تر چرا؟ یکی گفت از همه قوی تره. قدرت سیمواستاتین تقریبا دو برابر لواستاتینه. قبوله؟ و رزوواستاتین مؤثرترین داروه در جهت درمان هایپرکلسترولمی شدید. رزوواستاتین سمیت، افزایش فعالیت آمینوترانسفرازهای سرم تا 3 برابر غلظت طبیعی در بعضی بیمارانی که مهار کننده ریدوکتیز دریافت میکنند رخ میدهد. این افزایش اغلب متناوب بوده و همراه با شواهد دیگر سمیت کبدی نمیباشد. در صورتی که غلظت آمینوترانسفرز به طور مکرر اندازه گیری شود، میتوانیم درمان را در این بیماران فاقد علامت ادامه دهیم. در برخی از بیماران از آنهایی که بیماری کبدی زمینه ای داشتند یا سابقه اعتیاد به الکل دارند، غلظت آمینوترانسفرازها میتواند تا 3 برابر نرمال افزایش داشته باشد. بیمارانی که بیماری کبدی زمینه ای دارن یا سابقه اعتیاد به الکل دارن که کبدشون خراب شده، غلظت آمینوترانسفراز ها تا 3 برابر نرمال زیاد میشه. این اثر که ممکن است در هر زمانی پس از شروع درمان رخ دهد، شاید نشانه شدت بیشتر سمیت کبدی باشه. یعنی کبد خوب کار نمیکنه، اون وقت بدن میبینه که کلسترول جمع نشن، ال دی ال جمع نشن، کلسترول سنتز نمیشه، همین آمینوترانسفراز ها بیشتر میکنه. بعد میگه که در هر زمانی رخ دهد شاید نشانه بیشتر باشد. کاهش شدید LDL، ناخوشی و بی اشتهایی مشاهده می گردد. در این گروه از بیماران و افرادی که فعالیت آمینوترانسفراز ها به طور ثابتی به بیش از 3 برابر حد طبیعی افزایش یافته، دارو باید بلافاصله قطع شود. دوز مهار کننده های ریدوکتیز باید در بیماران مبتلا به بیماری پارانشیمال کبدی، آسیایی ها و افراد مسن با احتیاط داده شود. عموما سطح آمینوترانسفراز ها باید در ابتدای درمان بعد از 1 تا 2 ماه و سپس هر 6 تا 12 ماه یک بار اندازه گیری بشه. ببینیم آیا سمیت کبدی وجود داره یا نداره. پس سمیت کبدی، بعد چی گفت دیگه، چی ها نشانشه؟ کاهش شدید LDL، ناخوشی و بی اشتهایی. افزایش خفیف فعالیت کراتین کینیز در پلاسما مشاهده می شود. این افزایش معمولا همراه با یک فعالیت فیزیکی سنگین بروز میکنه. بگو این افزایش معمولا همراه با یک فعالیت فیزیکی سنگین بروز میکنه. به ندرت بیماران تحت درمان با مهار کننده ریدوکتیز ممکن است افزایش واضح کراتین کینیز داشته باشن. این گونه بیماران اغلب از درد یا ضعف عمومی عضلات اسکلتی رنج میبرند. اگر دارو قطع نشود ممکن است رابدومیالوزیز روی داده منجر به میوگلوبینوری و حتی توقف کار کلیه گردد. پس اونایی که مهارگان ریدوکتیز دارن افزایش واضح کراتین کینیز دارن. حالا کراتین کجا بود؟ تو ساختار ماسل هم بود دیگه، تو سارکومرها بود. بعد میگه که اومخ این گونه بیماران اغلب از درد یا ضعف عمومی از اسکلتی رنج میبرن و اگه دارو قطع نشه دچار رابدومیالوزیس میشن که منجر به میوگلوبینوریا و حتی توقف کار کلیه میشه. مایوپاتی یا بیماری های ماهیچه ای ممکن است در درمان تک دارویی روی بدهد، اما در صورتی که همزمان وقت چرا اینجوری میشه؟ چون فعالیت کراتین کینیز افزایش پیدا میکنه. افزایش واضح کراتین وقتی کراتین ها کیناز باشه، یعنی ادفوسور بشه، دیگه فعال نیست و کارش انجام نمیده. بعد گفته که میزان بروزان افزایش شود. واریاسیون ژنتیکی در یک ناقل آنیون ارگانیک آنیون ترانسپورتر P1B1 با مایوپاتی و رابدومیالوزیس شدید بر اثر استاتین ها ارتباط داره. کاتابولیسم لواستاتین و سیمواستاتین و آتروواستاتین عمدتاً به کمک سایتوکروم P3A4، در حالی که در مورد فلوواستاتین و رزوواستاتین با واسطه سایتوکروم P2C9. پرواستاتین از سایر راه‌ها از جمله سولفاسیون هم کاتابولیزه میشه.
مهار کننده های ریدوکتیز وابسته به تیری ای 4 سی پی تیری ای 4 در صورتی که همزمان از داروهای مهار کننده یا رقابت کننده با سایتوکروم تیری ای 4 استفاده شوند در پلاسما تجمع خواهد کرد. مثلا کی سی پی 4 فور اینهیبیت میکنه؟ گریپ فروت سن جانز وورت، درسته؟ وقت متابولیسم میشه، اووردوز میشه. این داروها عبارتند از ماکرولیت ها که آنتیبایوتیکه، سایکلوسپورین ها که بازم آنتیبایوتیکه، کتوکونازول ها که آنتیفونگاله و هم خانواده های آنها. مهار کننده های پروتئیز HIV، تاکرولیموس، نفازودون، فیبرات ها و داروهای دیگر که در فصل 4 آمدند. فصل 4 میدونی یعنی اوایل جزء اینتراکشن ها داشته بررسی میکرده. دیتا ما ایتاب که اینتراکشن هم داشتیم که کامل نداشتیم ها. اومد جز به گفتن نگفتن این حرفا یادته؟ خودکاری مرانی؟ کنون جاد بشه کجا هست؟ همین امید باید این خودکار بشه دفتر وقت را بلند کن پس کیا با سی پس آفرن؟ بگو لواستاتین، سیمواستاتین و آتروواستاتین کی از همه قوی تر بود؟ سیمواستاتین دو برابر لواستاتین بود. آتروواستاتین رو گفتیم این آره چند ساعته؟ 14 ساعته. روزواستاتین این آره 19 ساعته و بقیه شون همه بین 1 تا 3 ساعته. و کیا با سیپ دو سینو هم فلواستاتین و روزواستاتین. حالا کیا این هیبیتش میکنن؟ ماکرولیت، سیکلوسپورین، کتوکونازول، مهار کننده پروتئیز HIV، تاکرولیموس، نفازودون و فیبرات ها. نه این چیزه شده حضب شده اینترکشن دارن نیسته؟ نه این هیبیت کننده سایت کنومه سی پی سی آچار هم. بعد نفازودون چیه؟ لامینون امیدوارم داشته باشه. نفیتین داره اما نفازودون نه. قبوله؟ بعد گفته استفاده همزمان از مهار کننده های ریدوکتیز و آمیودارون یا وراپامیل نیز موجب افزایش خطر مایوپاتی میشه. یعنی مهار کننده های ریدوکتیز دیگه ای استفاده بشه و یا آمیودارون و یا وراپامیل. خب وراپامیل که کلسیوم چنل بلاکره، آمیودارون هم که آنتی آریتمی بود، درسته؟ آنتی آریتمی. مطمئنی؟ آره دیگه وراپامیل دیلتیازم آمیودارون. آره کلسیم چنل بلاکره یعنی؟ آنتی آریتمی آمیودارون. آمیودارون صفحه 161 اینجا اسمش یه جا برده شده بیماری گیریوز یعنی تو داروهای اینریه نسا تایروتوکسیکوز ناشی از آمیوداران در حدود 3% بیمارانی که آمیوداران دریافت میکنن به هایپرتایرویدی دچار خواهند شد. دونو تایروتوکسیکوز ناشی از آمیوداران گزارش شده ناشی از یود نوع 1 و نوع 2 که به دلیل اون فاقد بیماری تیروید به دلیل نشت هورمون تیروید است. آمیودارون به دلیل چی بوده که باعث این همه مشکل داره میشه؟ یه دقیقه سیستم آمیودارون دیگه آمیودار آمیودارون یادم رفته. بله اینجا نوشته که آمیودارون از مشتقات بنزوفورانه، شکلش هم بکشیدن ضد آریتمی های بطنی و فوق بطنی، هم ونتریکولار هم سوپراونتریکولار ضد آریتمی، درست گفتیم. پس تاکیکاردی راجعه فوق بطنی، فیبریلاسیون یا فلاتر دهلیزی برای آریتمی های فوق بطنیه. مکانیسم اثرش هم طولانی کردن زمان پتانسیال عمل و دوره تحریک ناپذیر. دوره تحریک ناپذیر به انگلیسی چی میشد؟ پلاتولا. تحریک ناپذیر که میشه ریفرکتوری پریود. آره ریفرکتوری پریود که پلاتو میشد دیگه، یعنی صافی پلاتو که اون بالا وقتی کلسیوم میومد پلاتو میشد. آره و در تمام بافت های قلب. پس طولانی کردن زمان پتانسیال عمل و دوره چی؟ ریفرکتوری پریود. این کارش
شکلش هم اینجا کشیدم قبلا، نه شکل آمیودارون هم قبلا داشتیم. آمیودارون هیدروکلور از مشتقات بنز و فوران. میبینی بنزنه با فوران. خب حالا میگه چی؟ مهار کننده های ریدوکتیز آمیودارون و وراپامیل موجب افزایش خطر مایوپاتی میشن. به عکس داروهای نظر فنیتوئین، گریزوفلوین، گریزوفلوین، باربیتورات ها، ریفامپین و تیازولیدین دیون ها موجب افزایش سی پی سی آچور شده و غلظت پلاسمای مهار کننده های ریدوکتیز وابسته به سی آچور را کاهش میدهند. پس کیا زیاد میکنن؟ بگو فنیتوئین، گریزوفلوین، باربیتورات، ریفامپین، تیازولیدین دیون ها. خب فنیتوئین که ضد تشنجه، گریزوفلوین چیه؟ گریزوفلوین ضد سرفه نبود؟ گریزوفلوین ضد قارچه، آنتی بایوتیک پنیسیلیومه، طبقه بندی فارماکولوژی، آنتی بیوتیک پنیسیلیومه، ضد قارچه. نوشتم که گریزوفلوین قدیمیه، به کراتین نفوذ نمیکنه. اوکی. بعد نوشته که اثر ضد قارچ با تخریب ساختمان دوکی از میتوز در سلول قارچ جلوگیری میکنه. فونگال گروس اینهیبیتور. گفته چی شد؟ اینجا هم گفته که این دارو احتمالاً داروهای ضد انعقاد خوراکی رو کاهش میده، همراه با الکل دچار تاکیکاردی میکنه، همزمان با فنوباربیتال ها باعث کاهش سطح خونی و کاهش اثر درمانی فنوباربیتال ها میشه، چون داره سی پی سی آچار رو چیکار میکنه؟ استیمولیت میکنه. ها گایفنزین اکسپکتورانت بود، گایفنزین اکسپکتورانت و گریزوفلوین برای عفونت های قارچی پوست، مو و ناخن، کچلی پا و کچلی ریش استفاده میشه. آنتی فونگال. بعد گفته چی؟ باربیتورات ها، ریفامپین. ریفامپین هم آنتیبایوتیکه نه؟ ریفامپیسین داشتیم، ریفامپین هم آده دیگه هم آنتیبایوتیکه. ریفامپین ریفابوتین آنتیبایوتیکه، ریفامپین ها. بله اینجا گفته ضد مایکوباکتریوم، ضد جزام، آنتی لپروسی و ضد سله. آنتیبایوتیک ماکروسیکلیک، ضد گرم منفی، ضد گرم مثبت و باکتریه. بعد ریفامایسین، ریفامایسین ضد نایسریا منینجا کوکودایتیسه، ولی ریفامپین که اسم دیگه ریفامپین همون ریفامپیسینه. سینونیم با هم دیگه از خانواده های ریفامایسین بی، ضد سل، ضد مایکوباکتریوم، ضد جزام، ضد گرم منفی و ضد گرم مثبت باکتری. اینجا هم گفته درمان اولیه در سل ریویه برای ناقلین بدون علامت مننگوکوک برای پروفیلاکس در مقابل هموفیلوز آنفولانزای تیپ بی به کار میره. اثرش هم که به جزء بتای آرنه پولیمرایز وابسته به دی ان ای که سنتز آرنه باکتری رو به مهار میکنه، باکتری و استاتیک هم هست. اینجا نوشتم که خیلی مهمه که خارش کهیر و راشت میده، در صورتی که این دارو همزمان با داروهای هپاتوتوکسیک نظر ایزونیازید، کتوکونازول، مایکونازول مصرفش اثرات سمی اون بر کبد تشدید میشه. قبوله؟ پس داره افزایش سی پی سی آچار میده. من این نکته رو الان میتونم اضافه کنم اینجا که افزایش اونا رو هم باید اضافه میکردم. بگو افزایش سیپ میده سیپ از نوع چی؟ سه آ چهار دیگه. کیا رو گفت؟ گریزوفلوین هم بعد میزدن. گریزوفلوین افزایش سیپ سه آ چهار میده دیگه. ریفامپین رو گفتیم، بعد دیگه از هم بگذاری شما. و فنیتوئین. فنیتوئین هم هست؟ این زده تشنج بود دیگه ها؟ اینو بار بطاله که میدونستیم افزایش میده. فنیتوئین، فنیتوئین با وای نوشته میشه یا با آی؟ فنی
اینجاست. فنیتوئین زده تشنجدار مشتقات هیدانتوئین ادرن آنالژتیکم هست. فنیتوئین تشنج جنرالیزه تونیکولونی گران مال اپیلپسی استاتوس اپیلپتیکوس و نورولپتیک متعاقب تروما و سندروم ری سیندروم بوده که بچه هایی که آنفلانزا داشتن و چیز میگرفتن آسپیرین میگرفتن هم دوچارش میشدن و داره اینجا میگه افزایش سیپ سه ها چهار میده. قبوله؟ دیگه کیا رو گفت؟ من گفت چی برش برد نمیشم. بعد گفته که یه بار دیگه میخونیم. داروهای نظر فنیتوئین، ریزوفولوین، باربیتروات، ریفامپین و تیازولیدین دیون ها. حالا تیازولیدین دیون ها چی کار میکردن؟ اینجوری که نمیتونیم برش کنم. تیازولیدین دیون ها یه مثال بزن، فکر کنم آنتیبایوتیک بودن اینا. تیازولیدین بعد آنتیبایوتیک تیازولیدین دیون آنتیفونگال تیازولیدین دیون. الان میتونم بهت بگم تی یعنی سولفور، آز یعنی نیتروژن، اول یعنی پنزل، ای ایدینم یعنی سچوریتد، حالا دیونم یعنی دوتا دبل باندم روش باشه. اصلا نمیتونم الان بهش کنم. تیازولیدین دیون گفته موجب افزایش سی پی سه آ چهار شده، در نتیجه غلظت پلاسمای مهار کننده ریدوکتیز یعنی آستاتین ها را که وابسته به سه آ چهار فوره است کاهش میدهد. به همین صورت داروهای رقابت کننده با آنزیم سی پی دو سی نه نظیر کتوکنازول و هم خانواده های آنها. پس کتوکنازول چیه؟ رقابت کننده با سی پی دو سی نه اوکی و هم خانواده های آنها مثل مترونیدازول، سولفین پیرازون، آمیودارون دو مرتبه. پس آمیودارون هم اینهیبیت کننده سی پی 3A4 هم سی پی 2C9 و سایمتیدین ممکن است سطح پلاسما یه فلوواستاتین و رزوواستاتین، چرا چون فلوواستاتین و رزوواستاتین با سی پی 2C9 هم را کاهش دهند، را افزایش دهند، چون سی پی مهار بشه سطح اون زیاد میشه. ظاهرا پرواستاتین که با کی بود پرواستاتین؟ هیچ جا اینجا نگفت. گفته ظاهرا پرواستاتین داروی انتخابی برای مصرف همزمان با وراپامیل است. چرا؟ چون که پرواستاتین با هیچ کدوم اینا الان متابولیسم نمیشه با سیپا. داروهای ضد قارش گروه کتاکونازول ها، ماکرولیت ها و سیکلوسپورین میباشد. پس اگه میخواید از کتاکونازول، ماکرولیت، سیکلوسپورین، وراپامیل استفاده کنی بهتره با پرواستاتین بدین. در صورتی که همزمان با مصرف لواستاتین، سیمواستاتین، آتروواستاتین از گریپ فروت یا آب آن استفاده شود سطح پلاسما یه دارو افزایش پیدا می‌کنه. چرا؟ چون گفتیم گریپ فروت کدوم سیپا سیپ سه آ چهار، به خاطر همین میگه لواستاتین، سیمواستاتین، آتروواستاتین با گریپ فروت هم سطحشون زیاد میشه. پس ببینیم اینجا درت با پرواستاتین نوشته که با اینا بدیم یا نه. ال ان ان او پ پرو می نویسه نه داره که پرو باستاد این چجوری نوشته می شه نویسی همون که گفتی نمیگفتی من نمیدونم PRO واستاتین پرا هارمون پرا واستاتین یه ساده میخونی پرا واستاتین خب بگو پرا واستاتین میگم PRO پرا واستاتین پرازوسین داری ضد فشار آلفا آدرنرژیکا به حال بلاک میکنه. پرازوسین پردنیزولون ضد التهاب استروئیدی
احتراق استاتی نداریمش. پرامیپکسول ضد پارکینسون آنتاگونیست دوپامین دیتو غیر ارگوت. پرالیدوکسین یادت پرالیدوکسیما آنتیدوت سوم ارگان فوسفوره پوویدیون. به خود کار بیارم اضافه کنم. کجا خوابیده ای زیر دست و پای منه؟ پرا بعد امه این زده، بعد زد میشه A B C D E X X Y Z X Y Z V نه دیگه A B C D L M N O P Q R S T U V X بعد M پس میاد اینجا می نویسیم پراواستاتین. بگو پرا پراواستاتین. اطلاعاتی که الان داشتیم چی بود؟ HMG کوارا اینهیبیت میکنه، مشخصه کاهش سطح LDL میده، طول عمرش کمه 1 تا 3 ساعت، سازگار با کتو کناکو کتو کنازول، ماکرولید، سیکلوسپورید، سیکلوسپورین و وراپامیل. نه رو برای خود تو هوا میگی نه؟ نه نه سازگار با هم، من دارم سری ناسازگار دارم. و اینجا هم گفتش که خب سیمواستاتین خواهد برش تو برای پراواستاتین نبود. حالا بقیه استاتین رو هم بعد ویدیو اضافه کنم به این. اونو بعدا اضافه میکنیم بدم بخون. سیمواستاتین قدرتش 2 برابر لواستاتین. پس آترو وقتی عطر میزنیم، عطر سیمی میزنیم لوا میشیم. بگو عطر سیمی میزنیم لوا میشیم. سه آچهارا چیز میشه و روز فلو، روز فلوین، روز واستاتین و فلوواستاتین با دو سی نو، یعنی روز فلو دو سه نو، دو سه نو، روز فلو دو سه نو، روز فلو دو سه نو. یا تیزا این هیبیت میکنن کیا؟ افزایش سیپ سه آ چهار میدن فنیتو اینگریز و فولوین باربیتوریت ریفامپین. افزایشه که میدن سیپ سه آ چهار. یا این هیبیت میکنن سیپ سه آ چهار رو، ریدوکتیز آمیودارون ورات نه اینا، ماکرولید، سیکلوسپورین، کتوکنازول، پروتئیز، اچ آی وی اینهیبیتور، تاکرولومیز، نفازودون و فیبرات ها. اینا چیکار میکنن؟ اینهیبیت میکنن سیپ سه آ چهار. اینا خیلی سخته واقعا، حفظ کردنش خیلی سخته. نفازودون واقعا مشکل دارم با این تاپیک دراگ اینتراکشن، من خیلی مشکل دارم اصلا. من نفازودون رو واقعا هیچ جا پیدا نمی کنم. من باید بفهمم نفازودون چیه. بعد گفته که فعالیت کراتین کیناز بایسته در بیمارانی که همزمان از دارویی دیگر با احتمال تداخل استفاده می کنند به طور منظم اندازه گیری شود. در تمامی بیماران سطح کراتین کیناز ابتدا بایستی پیش از درمان و سپس بسته به دوز مصرفی هر 6 تا 12 ماه کنترل شود. در صورت بروز درد، حساسیت به لمس یا ضعف عضلانی قابل توجه، فعالیت کراتین کیناز بایستی بلافاصله اندازه گیری شود و اگر فعالیت آن به میزان قابل توجه افزایش یافته باشد، دارو بلافاصله قطع کردند. پس از قطع درمان، مایوپاتی فوراً از بین می‌رود. اگر ارتباط مایوپاتی با مصرف دارو واضح نیست، می‌توان دارو را با نظارت دقیق مجدداً شروع کرد. مایوپاتی در غیاب افزایش فعالیت کراتین کیناز هم گزارش شده. به ندرت سندرم‌های افزایش حساسیت از جمله بیماری شبه لوپوس
و نوروپاتی محیطی پریفرال نوروپاتی گزارش شده است که دلیل چی باشه که مایوپاتی از نوع افزایش فعال کراتین کیناز در مواقعی که بیماری جدی یا تروما روی میدهد و همینطور قبل از عمل جراحی بزرگ مصرف این داروها باید به طور موقت قطع گردد. خب نیاز نبذار یه ویدئو دیگه بگیریم.